برنامه ویژه کرونا از آریانا نیوزید و طبق معمول باز هم می‌پردازیم به وضعیت جهان و شمار مبتلایان به ویروس کرونا و کسانی که بر اثر مبتلا شدن به ویروس جانشان را از دست دادند. مانند روزهای قبل امریکا همچنان وضعیت بحرانی است و تلاش‌ها به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس جریان دارد که تاکنون 558,526 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و به تعداد 22,116 تن جانشان را از دست دادند و بیشترین آمار تلفات هم در نیویورک است در امریکا که شهر مزدحم و تجاری کشور است که با تلاش‌های مکرر هنوز هم وضعیت در کنترل نامده. پس از او اسپانیا است که شمار مبتلایان به 169,496 تن رسید و تعداد جان باختگان به 17,489 تن. ایتالیا هم وضعیتش همچنان بحرانی است که 156,363 تن در این کشور به ویروس مبتلا شدند و تعداد جان باختگان به 19,899 تن رسیده. فرانسه همچنان تعداد مبتلایان به ویروس به 133,672 تن و تعداد جان باختگان به 14,412 تن رسیده. آلمان هم تعداد مبتلایان به 127,854 تن و تعداد جان باختگان به 3,022 تن رسیده است. بریتانیا تعداد مبتلایان به 89,554 تن رسیده که رو به افزایش است و تعداد جان باختگان از مرز 10,000 گذشته که 11,346 تن در بریتانیا جانشان را از دست دادند. و آنچنان که در گزارش هم دیدیم موج تازه از شیوع ویروس کرونا در چین هم یک نحوه نگرانی به میان آورده که اما شمار مبتلایان از روزهای قبل همچنان رو به افزایش نیست و در کنترل است که 83,213 تن در چین به ویروس مبتلا هستند که 3,345 تن جان خود از دست دادند که تعداد رو به افزایش نیست در روزهای اخیر در چین. ایران هم شمار مبتلایان به 73,303 تن رسیده و تعداد جان باختگان به 4,585 تن. ترکیه ولی وضعیت رو به وخامت است و چنانچه دیده میشه 56,956 تن در این کشور به ویروس کرونا مبتلا شدند و تعداد جان باختگان هم به 1,198 تن رسیده. بلژیم 30,589 تن به ویروس مبتلا شدند و تعداد جان باختگانشان هم به 3,903 تن رسیده. و در پایان هم افغانستان که با تأسف وضعیت میتونیم بگویم که رو به وخیم شدن است و تلاش جریان دارد تا به هر نحو ممکن این ویروس جلبش گرفته شود و گسترش بیشتر پیدا نکنه. اما نگرانی ها در دل امید پیداست که 665 تن تا کنون در افغانستان به این ویروس مبتلا شدند و 22 تن هم جان باختند و 38 تن درمان شدند. اما آنچه که قابل نگرانی است وضعیت اقتصادی مردم و همچنان نپرداختن به نکات بهداشتی که مسئولان میگن باید او رعایت شود. و پس از هرات کابل بیشترین آمار مبتلایان را داد. امیدواریم که همه با هم بتانیم به خاطر جلوگیری از این ویروس کار کنیم و نتیجه به دست بیاریم. گزارش میبینیم و در ادامه برنامه صحبت خواهیم داشت با جناب دکتر غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت. گزارش وزارت صحت از ثبت 58 رویداد مثبت تازه ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته خبر داده میگوید که تاکنون شمار مبتلایان و بیماری کووید 19 در کشور به 665 تن افزایش یافته است. متاسفانه در ولایت قندهار که 28 واقع مثبت، کابل 13 واقع مثبت، هلمند 7 واقع مثبت، نیمروز 6 واقع، تخار 3 واقع، ولایت قندوز 1 واقع که تعداد مجموعی واقعات مثبت ما به 665 واقع میرسه. وزارت صحت میگوید که تاکنون 22 نفر به شمول دو پزشک بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور جان باخته و 38 نفر دیگر شفا یاب شدند. و سیر سعودی را دارم. متاسفانه ما و شما هم شاید عزیزیم که واقعات ما روز به روز زیاد شده میره و در این قسمت بارها گفتیم، باز هم تکرار احسان میکنم که همکاری مردم بسیار زیاد نیاز است.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کشور رو به افزایش است. پس برای جلوگیری از انتشار بیشتر آن در خانه هایتان بمانید. آنچه که نیاز امروز است تلاش جمعی و بسیج ملی و خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا است. چنانچه گفتم میشه باید حامل ویروس نباشیم و تلاش کنیم حداقل مسئولیت شهروندی ما را ادا بکنیم. آنچه که برمیگرده به دستگیری از نیازمندان باید به او تلاش بیشتر صورت بگیرد. و حال هم با جناب آقای غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت بیشتر صحبت میکنیم و از آنچه که تا کنون انجام شده به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا و در کنارش چالش ها و فرصت هایی که افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس داره. سلام به شما جناب نظری، بسیار تشکر از اینکه فرصت گذاشتین. اگر در ابتدا این گناه بپرسم که آماری که حالا رو به صعود است، فکر میکنین تا یک هفته بعد به چه تعداد خواهد رسید؟ تشکر. سلام خدمت شما و بینندگان تلویزیون. متاسفانه همون قسم که شما هم به گزارش گفتین و در کنفرانس مطبوعاتی وزارت صحت هم اعلان شد، آمار ما آنچنان خوشایند نیست و تعداد واقعات ما روز به روز رو به افزایش است. مطمئنا ما در هفته ای که پیش رو داریم شاید تعداد واقعات در کشور و در ولایت های مختلف افغانستان خواهد بودیم، که از جمله کابل، وضعیت کندهار یک مقدار وخیم شده میره و همچنان به او واقعات هرات یک مقدار قابل تشویش است. تعداد واقعات متاسفانه در کشور رو به افزایش است، با آنکه قرنطینه یک شهرها از طرف حکومت اعلان شده و کوشش ها جریان داره به خاطر رعایت و مثمریت بیشتر قرنطین و ای که شهروندان بتونن در خانه بمانند و راه حل برای کسایی که روزمزد هستند برای از او توسط حکومت روی دست گرفته شده و امیدوار هستیم که تمام این کارها باعث ازی باشه که ما گردش زنجیره گردش ویروس بشکنانیم و تعداد واقعات تا حد امکان کمتر بسازیم. از نگاه تجهیزات بهداشتی جناب نظری، فکر میکنین که از لحاظ درصدی ما در کجا قرار داریم و کدام کشور در این شرایط فکر میکنین میتونه ما را کمک کنه؟ خب خوشبختانه تا امروز که من برای شما صحبت میکنم آمادگی های کامل به خاطر جلوگیری از بحران، در صورتی که ما تعداد مبتلایان زیاد شده روی دست گرفته شده، تعداد بسترهای به خاطر تجرید و قرنطین در ولایت مختلف کشور ساخته شده و یک تعداد از بسترها و شفاخانه های موقت عملا در حال ساخت هستند که ما از مکاتب و پانتون ها لیلیه ها استفاده میکنیم. تجهیزات طبی هم به اندازه کافی توسط وزارت صحت عمومی و دولت افغانستان تدارکات دیده شده و در این شفاخانه در حال تجهیز هستند. بحث کادر درمانی و دکتران و استخدام دکتران و پرستاران که به خاطر درمان و عرضه خدمات برای از مریضایی که مصاب میشن هم یک بحث است که جریان داره. الحمدلله تا فعلا آمادگی ها به یک اندازه هست که ما در صورتی که واقعات ما تا مثل 10,000 یا 15,000 برسه برای دفتن می امروز ما آمادگی داریم و آمادگی ها حتی برای کسایی که تا مرز 100,000 فرد هم در صورتی که مصاب بشن در پلان هست. ما امیدوار هستم که به اون روز نرسیم، ولی خب به وضعیت وخیم باید دولت افغانستان و وزارت افغانستان پیش بینی کنه و برای از او آمادگی داشته باشه. ای که کدام کشور میتونه ما را کمک بکنه، متاسفانه همون قسم که شما لحظات قبل کنفرانس مطبوعاتی سازمان رئیس سازمان صحی جهان دیدیم، تمام دنیا با این ویروس دست پنجه نرم میکنه و هر کشور متاسفانه به شدت به منابع مادی و انسانی ضرورت داره. یک تعداد کشورهای هستند که از حالت بحران در حال ختم هستند. او بستگی به ای داره که ما حملا دولت افغانستان و وزارت خارجه افغانستان طبق معلوماتی که ما داریم به تماس هستند با خواستن با کشور چین و ما شاهد یک معامله کمکی یک مقدار لوازم صحی برای دولت افغانستان در هفته قبل بودیم. تلاش ها جریان داره که ما بتانیم بیشتر لوازم طبی را کمک هم بگیریم. مگم خوشبختانه که منابع مالی به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا محدودیت آنچنان وجود ندارد. دولت افغانستان با سرایت کامل برای وزارت صحت عمومی افغانستان گفته که شما
پلانهای خود را ترتیب بکنیم و در صورت نیاز به هر مقدار منابع مادی که ضرورت داشته باشیم دولت در دسترس وزارت اطعام افغانستان قرار خواهد داد. و من میخوام که مردم خود مطمئن بسازم من ایسه یک دکتر که دولت ما و تمام معنا به خاطر مبارزه با کرونا متعهد هست و تعهد بیش از اندازه جناب نظری وجود داره. یکی از سوالایی است که چگونگی جان باختن بر اثر مبتلا شدن به این ویروس است که آیا واقعا پیش بینی نمیشه؟ چون ما دو پزشک هم از دست دادیم و در کنارش افرادی که جان باختن گفته میشه که و چنانچه دیده میشه تصاویر هم دیده شد که در نقاط از کابل و یا افغانستان افراد به گونه وضعیت خوبی نداشتن و گفته شده بود که بر اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا با چنین وضعیت روبرو شدن و به خیابان افتیدن. چگونه است؟ آیا شما تا کنون میتونین اطلاعات با مردم شریک بسازین که چگونه میشه واقعا دانست که باید جلوش گرفته شه و یا نه علائمی هم آنچنانی که گفته میشه دیده نمیشه در این بیماری؟ خب ببینین یک موضوع بحث اول را من میگم میخوام که واضح بسازم. متاسفانه یک تعداد از هموطنان ما چون افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که یک تعداد یک کتله عظیمی از جوانان ما معتاد هستند، ما فکر میکنم اگر واضح تر صحبت شود شما در مورد واقعی را که در کابل اتفاق افتاده بود و تصاویری از او یک جوان در رسانه ها نشر شده بود این نشان میداد که نفر روی سرک افتیده، ولی تیم وزارت سعتامه امبولانس وزارت سعتامه کابل امبولانس اونجا رفتن مریض دیدن، متاسفانه اون مریض مبتلا به کرونا نبوده، یک مریض بود که معتاد بوده. ای یک شایعاتی که متاسفانه در رسانه‌های اجتماعی بیشتر نشر میشه از آن عامه را تخریش می‌سازه و او را به تشویش می‌ندازه که آیا واقعا به همین وضعیت است یا خیر. درست. بس این که دکتران ما متاسفانه در تمام دنیا ما شاهد از این مسئله بودیم، تقریبا وقتی اوسط گرفته میشه تا 10% از تمام مبتلایان در یک کشور چپن سفیدان از اون کشورها بودند و خوشبختانه هنوز در افغانستان با وجود از اینکه با امکانات کمی که نسبتاً ما مقایسه با آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و یا چین داریم ما تانستیم که چپن سفیدان خود در واقع در مقابل مرض محافظت بکنیم. محافظت کادر درمانی در اولویت وزارت صحت عامه قرار داره و بیشتر از هر فرد جامعه اولویت به خاطر جلوگیری و حل مشکل و محافظت برای کادر درمانی از اولویت‌های وزارت صحت‌عامه است. وزارت صحت‌عامه عملاً به او کار می‌کند. اگر بپردازیم به علایم، آیا میشه که این گونه پرداخت که در برخی از افراد علایمی که گفته میشه اصلاً بروز نکنه؟ دقیقاً شما ببینید خوشبختانه 80% از کسانی که مبتلا به کرونا میشن بستگی به کشورها داشته، مگر در اوسط از او 80% از کسایی هستند که اعراض و علایم بسیار خفیف و یا هیچ نشان نمیدن، فقط 20% از کسایی هستند که با اعراض و علائم جدی مواجه میشن و این در واقعیت یک همزمان با این که یک خبر خوش است، یک بحث بسیار عالی هست، یک خبر بد به خاطر انتشار ویروس است. امکان داره که هر یکی از ما مبتلا به کرونا باشیم ولی چون مقاومت وجود ما بالا هست درست. و ما عملا اعراض و علائم نشان نمیدیم میتونیم دیگه کسا را مصاب بسازیم. درست. اگر یک بحثی هست که محافظت شوه باید درست در رابطه بین این موضوع باید بررسی شوه، پس هر نهادی که حداقل مسئولیت داره و یا میتونه همکاری کنه باید شهروندان را بررسی کنه. برنامه داریم و این سوال است که بارها تکرار شده که ما بریم به بررسی شهروندان حداقل خانه به خانه مراکز در محلات ایجاد کنیم. برنامه چی است که بتونیم بدانیم واقعا وضعیت؟ ببینید ما یک بحثی را که باید بسیار واضح گفته شود، بحث تست کردن تمام شهروندان در هیچ جای دنیا امکان نداره. ما تمام کشورها را وقتی میبینیم هیچ کشوری با تست کردن تمام شهروندان خود نپرداخته و یک هزینه بسیار هنگفته غیر قابل پیش بینی که شاید اقتصاد افغانستان چی هیچ کشور با قدرتمندترین اقتصاد دنیا هم نتونه این کارو بکنه. اما بحث این است که به همین خاطر استراتژی قرنطینه شدن و یا در خانه ماندن مطرح شده که شما حد امکان کوشش کنیم که در خانه باشین، کوشش کنیم بیرون نشیم و اگر امکان ازی باشه که یک نفر مصاب باشه در یک خانواده فقط یک خانواده را مصاب امکان داره بکنه، نه ای که رفت و آمدها، مهمانی ها، دید و بازدید ها از این رخصتی ها استفاده شده. اگر پیام های
متواتر دادم. درست. و در کنارش حالا بحث بیمارستان و پزشکان که جان باختن، آیا این پیگیری شد که اینا با کی در ارتباط بودن؟ چه کسانی در روزهای اخیر اینا حداقل به عنوان بیمار آمده بودن نزدشان، امی ارتباطات چک شد، این افراد پیدا شدن و اینا بررسی شدن؟ چون به نظر من و به عنوان یک شهروند این یک نیاز جدی است، چون او در حال گسترش میشه و در حرکت میشه. مطمئنا شما، ما شاهد در واقع قرنطین سوق دادن استاف کلی شفاخانه امیری بودیم که او متاسفانه رسانه‌ای شد. همون قسم که با مجرد دیگه دکتر صاحب یوسف تستشان مثبت آمد، تمام همکارا و کارمندایی که عملا در چند روز گذشته با دکتر صاحب یوسف به ارتباط بودند و شفاخانه صد طفل با قرنطین خانه‌ای سوق داده شدند. و بحثی که چی بوده، خب چون شفاخانه ها هستن متاسفانه یک تعداد مریضای مشکوکی ما مراجعه میکنن و از اونجا باز انتقال میکنن به شفاخانه مخصوص کووید 19، با وجود از اینکه بارها گفته شده که اگر شما با اعراض و علائم مشخصی که گفته شده از قبل با کرونا، شما با کدام آدرس مراجعه کنیم. مگر خب هموطنان ما به نزدیکترین شفاخانه معمولا مراجعه میکنن و احتمال از اینکه چپنسیفیداد ما در اون شفاخانه، چون با یک مقدار در واقع موکتای محافظتی را ندارن که بر اساس در واقع سازمان صحی جهان هم توصیه نمیکنه که در تمام شفاخانه ها کتای محافظتی پوشیده شود. جناب نظری، اقدامات پیشگیرانه در شفاخانه ساعت طفل گرفته شده. فقط یک اطمینان میخوام بر شما بتم که تمام همکارا و کارمندایی که در شفاخانه ساعت طفل کار میکردن با دکتر یوسف در ارتباط بودن، مغفرت کنه خداوند روشانه، با قرنطینه خانگی سوق داده شدن، از تست گرفته شده و تمام تستایشان منفی بوده. خب خانواده‌شون هم منفی بوده تستشون؟ وقتی کسی که عملا در شفاخانه بوده تستش منفی بیاد، به معنای دیست که خانواده هم از خود خانواده دکتر صاحب فقید. خب از خانواده دکتر صاحب دقیقا تست ها شده، ما دقیقا چون در لابراتوار هست و هنوز نتیجه برای من نیامده، ما گفته نمیتونم برای شما، ولی از باقی مانده همکارا را چون به جریان هستون، بحث شفاخانه بود، دوباره آمدن همکارا در شفاخانه و در خط اول جنگ بود، به این خاطر اطلاع کافی دارم. در قسمت خانواده دکتر صاحب شهید برای دفعتا معلومات پیش من نیست، ولی در کنفرانس مطبوعاتی میشه که ما این را یادداشت کنیم و فردا برای رسانه های مسئله را بیان بکنیم. درست. در رابطه با کسانی که درمان میشن، دیدگاه های وجود داره؟ چون حالا بحث کرونا یک بحث عمومی شده، هر کسی ممکن یک نظر داشته باشه و یا تلاش کنه که منابع جستجو کنه. کسانی که درمان میشن، آیا امکان دوباره مصاب شدنشان وجود داره؟ خب متاسفانه است، چون ویروس نو است و یک مقدار مشکل ها و چالش ها در شناسایی ویروس وجود داره، ولی سروی هایی که شده که بسیار کامل سروی ها نمی باشه، مگر سروی های در چین عملا شده بود که نشان دهنده از این بود 18% از کسایی که مبتلا میشن، از کسایی که بیبود میابن، امکان داره که 18% از او دوباره مبتلا شن. به این خاطر به این معنی نیست که وقتی یک کسی مصاب شد به کرونا و دوباره خوب شود، احساس کنه که نه، من دیگه به هیچ صورت دوباره مصاب به کرونا نمیشم. این بس غلط است، 18% امکان داره. به این خاطر همیشه ما وقتی یک مریض ما از جمله 38 مریضی که شفایاب شدن، بازم برای ازها گفته شده که شما کوشش کنید در خانه باشین و عمومو مراعات کنین، من ایسی یک شهروندی که تا هیچ تا حال مصاب نشده. دوستان تشکر دکتر صاحب، و این سوال بازم از شما میپرسیم که تعدادی از هموطنان ما از پاکستان آمدن به گونه‌ای که بررسی نشدند. این نگران کننده نیست؟ و چرا واقعا ما میریم به طرف یک وضعیتی که ممکن بعدا نتونیم او را کنترل کنیم؟ و خیلی تعدادشان هم از هموطنان ما که آمدن زیاد بود. بسیار ببخشید، ما دقیقا متاسفانه یک موضوعی که عملا در چی صورت گرفت در مرز ترخمی بود که یک تعداد که زیاد کثیری از هموطنان دفعتن آمدن و او باعث از این شد که ما مرز دفعتن باز شد و نتونستیم که کنترل بکنیم تعداد از او آمدن، ولی با وجود از او همچون در ولایت های شرقی افغانستان بودن عملا کار شروع شد. سیستم سرولانس ما به شدت به خاطر ردیابی مریضا کار میکنن و ما تونستیم که یک تعداد از اونها را پیدا بکنیم و قرنطینه های خانه ای سوق بدیم، ولی یک تعداد متاسفانه میشدن و به ولایت های دیگه افغانستان سفر کردن. خب در پایان، اگر در رابطه با آمار اگر داشته باشین اطلاعات که با بیننده ها شریک بسازین، و خب تماس ما با جناب غلام دستگیر نظری رئیس معافیت کتلوی وزارت صحت قطع شد و ممنونم از شما بیننده های گرامی که تا این دم بیننده برنامه بودید.
امیدواریم همه برای کنترل وضعیت تلاش کنیم. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.